We're going to rejoin the Paris Climate Accord. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اولین روز آغاز کارش خواست تا نشان دهد که تغییر اقلیم در صدر آجندای کاریش قرار خواهد داشت. آقای بایدن می‌خواهد که با برگزاری نشست روز پنجشنبه به رهبران جهان وانمود کند که سیاست واشنگتن از بی‌اعتنایی حکومت دونالد ترامپ نسبت به موضوع تغییر اقلیم تغییر کرده است. برای ایالات متحده این یک فرصت است تا به صحنه بازگردد و نشان دهد که تغییر اقلیم را جدی می‌گیرد. اضرار تغییر اقلیم در حال افزایش است. پیامدهای این پدیده با آتش سوزی‌ها، خشکسالی و طوفان‌های قوی‌تر بیشتر نمایان می‌شود. توافقنامه مبارزه با تغییر اقلیم که در سال 2015 میلادی در پاریس به امضا رسید، هدف آن محدود ساختن گرمای زمین است. اما کارشناسان میگویند که هدف تعیین شده در توافقنامه پاریس در حال انحراف است. ما در حال حاضر در معرض خطر بزرگ قرار داریم. ما شاهد افزایش درجه حرارت هستیم. ما شاهد ادامه افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای هستیم که در جهت مخالف در حرکت است. به همین دلیل بسیاری ها این دهه را سرنوشت ساز می خوانند. انتشار کربن در جهان چند دهه است که به گونه ثابت در حال صعود قرار دارد. سیاست های کنونی به مشکلات بیشتر می افزاید. اما واسکو میگوید که انتشار کربن تا سال 2030 میلادی باید تقریبا به نصف کاهش یابد تا در مسیر قرار گیرد که از بدترین تاثیرات تغییر اقلیم جلوگیری کند. اگر شما امین حالا تلاش نکنید، مسیر رسیدن به هدفی که برای سال 2030 تعیین شده است نهایت دشوار خواهد بود. آقای بایدن برای مبارزه با تغییر اقلیم از هر فرصت ممکن استفاده می کند. مانند ساخت دستگاه های انرژی آفتابی، بادی، وسایل نقلیه برقی که بخش عمده ای از طرح زیربنایی او که ارزش آن به 2.3 تریلیون دلار می رسد می باشد. برنامه شغل زدایی امریکا منجر به پیشرفت، تحول آفرینی و منظور مقابله با تغییرات اقلیم با مشاغل امریکا و نبوغ امریکا خواهد شد. اما کنگرس باید این طرح را تصویب کند و جمهوری خواهان به شدت مخالف آنند. این یک برنامه بزرگ مالی حکومت است که فشار آن را مالیات دهندگان امریکایی متقبل می شوند. با مالیاتی که به اقتصاد آسیب خواهد رساند و به قیمت مشاغل تمام خواهد شد. در همین حال سایر تولید کنندگان بزرگ کربن و آلودگی نیز در محراق توجه قرار دارند. به شمول چین، بزرگترین تولید کننده آلودگی جهان و هند که یک منبع در حال افزایش آلودگی جهان است. جهانیان انتظار دارند تا این کشورها برنامه های خود را برای جلوگیری از تغییر اقلیم قبل از کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر گلاسکو اسکاتلند که در ماه نوامبر برگزار می شود اعلام کنند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.